دوره جدید درگیری های اسرائیل و نیروهای مقاومت فلسطین به دلیل غصب خانه های فلسطینیان در محله شیخ جراح در شرق بیت المقدس به درگیری های گسترده و خونین منجر شده است. بعد از آن که حاکمیت اردن بر کرانه باختری از سال 1948 تا 1967 توسط بیشتر کشورهای جهان به رسمیت شناخته نشد، صهیونیست ها مدعی شدند هیچ قدرت حاکم قانونی در این منطقه وجود نداشته و با همین دلیل شروع به اسکان یهودیان در این منطقه کردند. صهیونیست ها در سال 1967 کرانه باختری را تصرف کردند و از آن زمان این منطقه را اشغال کردند و هر روز با تجاوز محله های فلسطینی نشین بیشتری را غصب و اقدام به شهرک سازی می کنند. بی توجه به اینکه مجمع عمومی سازمان ملل متحد، شورای امنیت سازمان ملل و دیوان بین المللی دادگستری این شهرک ها در کرانه باختری را ناقض کنوانسیون چهارم ژنو اعلام کردند. بر اساس کنوانسیون چهارم ژنو که پس از جنگ جهانی دوم توسط 192 کشور به تصویب رسید، قدرت اشغالگر نباید جمعیتش را در سرزمین‌هایی که اشغال کرده اسکان دهد. از همین رو تمام کشورهای جهان، حتی امریکا، شهرک‌نشینی و شهرک‌سازی‌های اسرائیل در مناطق اشغالی را غیرقانونی می‌دانند. با این حال اسرائیل از سال 1967 دست کم 130 شهرک رسمی در کرانه باختری ساخته و از دهه 1990 به همین اندازه شهرک‌های کوچکتر و غیر رسمی ایجاد کرده است. دیوان بین المللی دادگستری با روند گسترش شهرک‌سازی‌ها در سال 2004 مخالفت کرده و شهرک‌سازی‌ها در کرانه باختری را خلاف قوانین بین الملل دانسته است. موقعیت جغرافیایی برخی شهرک‌ها مطابق با منافع امنیتی اسرائیل است و شهرک‌های دیگر نیز به دلایل ایدئولوژیک ایجاد شدند که از مهمترین آنها می‌توان به تلاش برای جلوگیری از ایجاد کشور مستقل فلسطین اشاره کرد. با توسعه مناطق تحت اشغال صهیونیست‌ها، این رژیم همچنین بیت المقدس شرقی را در سال 1967 به سرزمین‌های اشغالی ضمیمه کرد. این در حالی است که مردم فلسطین بیت المقدس شرقی را پایتخت کشور خود می‌دانند و بسیاری از کشورهای جهان حضور اسرائیل در این سرزمین‌ها را غصب و اشغالگری می‌دانند. در این حال رژیم صهیونیستی با ساخت شهرک‌های یهودی نشین در شرق بیت المقدس حدود 220 هزار نفر را در این منطقه اسکان داده است. اسرائیل اخیراً افزایش و گسترش محله‌های فلسطینی در شرق بیت المقدس را به شدت محدود کرده که همین موضوع بسیاری از خانه‌های فلسطینیان را با خطر تخریب مواجه کرده است. نشحت من دور الناس اواعي للباس وحتى الاكل اللي بناكل فيه ريحته غاز ومش راضيين نصب اواعينا وهينا لابسين غاز لو تشموهم اواعينا خلي داود يجوا يشموا اواعينا ويشوفوا دارنا كل ما نيجي يف بالتفرح عليهم والتفرح عليهم والعب. در حال حاضر درگیری های اخیر غزه و فلسطین وارد دومین هفته خود شده و درخواست های بین المللی برای آتش بس افزایش یافته است. با این حال شورای امنیت سازمان ملل متحد در جلسه روز یکشنبه برای سومین بار نتوانست درباره درگیری های غزه بیانیه صادر کند. فعلا هیچ نشانه ای از پایان قریب الوقوع درگیری ها دیده نمی شود. ناآرامی هایی که به شدیدترین درگیری ها میان رژیم صهیونیستی و نیروهای مقاومت فلسطین پس از سال 2014 میلادی بدل شده است. در چند روز گذشته گروه‌های مقاومت فلسطین از جمله حماس حدود 3000 موشک به سوی سرزمین‌های اشغالی شلیک کردند. اسرائیل نیز صدها حمله هوایی خونین به سرزمین فقیرنشین و محاصره شده غزه انجام داده است. نیروهای مقاومت اعلام کردند حملات راکتی انجام شده در پاسخ به جنایت‌ها و ظلم رژیم صهیونیستی به محله شیخ جراح و مسجد الاقصی در قدس اشغالی بوده است. اسرائیل در روزهای اخیر با حملات گسترده توپخانه‌ای و هوایی به غزه هجوم برده، بسیاری از محله‌های فلسطینی‌ها را به آتش کشیده
بیش از 200 فلسطینی از جمله 55 کودک را به شهادت رسانده و ساختمان‌های بسیاری از جمله محل استقرار خبرگزاری‌های آسوشیتد پرس و الجزیره را در غزه با خاک یکسان کرده است. Why? Because we are Palestinian. Thanks.